سلام، به نوبت شما خوش اومدید. بعد از اینکه یک فوتبالیست زن ایرانی به دلیل اجازه ندادن همسرش نتونست از ایران خارج بشه و در رقابت‌های فوتسال آسیایی شرکت بکنه، یه بار دیگه نگاه‌ها متوجه قوانینی شد که اجازه شوهر رو برای بعضی فعالیت‌ها لازم می‌دونه. مطابق قوانین ایران، خروج از کشور، خروج از منزل و کار بیرون از خونه از جمله مواردیه که اجازه شوهر رو لازم داره. فعالان حقوق زنان توصیه می‌کنند این موارد به عنوان شروط ضمن عقد در هنگام ازدواج به صورت محضری ثبت بشه، چون ثبت محضری اجازه شوهر در بعضی از موارد می‌تونه از جمله راه حل‌های موقتی مشکلاتی باشه که بعضی از زن‌ها به خاطر این قوانین باهاشون مواجه میشن. بعضی‌ها معتقدند بیشتر از اینکه تغییر این قوانین مهم باشه، تغییر نگاه مردان به این گونه قوانین و حقوق زنان مهمه. من مریم زهدی هستم و امروز از شما می‌پرسم که نظرتون درباره این قوانین چیه؟ به نظرتون آیا یه همچین قوانینی باید اصلاح یا عوض بشه؟ آیا شما تجربه یا مشاهده‌ای در زمینه این قوانین دارید؟ آیا قوانینی که زن رو ملزم می‌کنه برای مواردی مثل مسافرت و کار و بیرون رفتن از خونه از شوهرش اجازه بگیره، بر زندگی شخص شما یا اطرافیانتون تأثیری گذاشته؟ به نظر شما چه چیزایی می‌تونه زمینه‌ساز اصلاح این قوانین باشه؟ آیا با عوض شدن قانون نابرابری‌ها در این زمینه به نظر شما از بین میره؟ برای شرکت توی برنامه ما راه‌های مختلفی دارید. میتونید با این تلفن‌هایی که در روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید با ما تماس بگیرید. 2044-207-76-577 2044-207-76-578 میتونید اس ام اس بزنید به شماره 2044-78-94-62-11-19 و منتظر تماس‌های شما هستیم. امروز همکارم ستار سعیدی همراه منه تا همین مسئله رو در اینترنت دنبال بکنه و پیام‌های شما رو بگیره و در طول برنامه بخونه. خودش بیشتر توضیح میده. ستار. بله، ماجرای نیلوفر اردلان جنجال و واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. حتی بعد از اینکه ازش نقل شد این یک موضوع خانوادگی و شخصیه، باز هم واکنش‌های ادامه داشت. این مسئله باعث شد حق و حقوق زنان در ایران به ویژه شرایط ضمن عقد یک بار دیگه بر سر زبان‌ها بیفته. من نمونه‌هایی از این واکنش‌ها رو براتون گزارش می‌کنم و منتظر پیام‌های شما هستم که از این راه به دست ما می‌رسونید. facebook.com/bbcpersian، در توییتر با شناسه @bbc شما و ایمیل به نشانی شما @bbc.co.uk. اگر پخش زنده برنامه رو تماشا کنید، شماره اس ام اس کی برنامه همون طوری که مریم گفت در زیر هست، میتونید ببینید و اس ام اس بزنید تا من در طول برنامه براتون بخونم. تلفن ها رو بشنویم. مرسی ستار. روی خطای تلفنمون سارا از تهران و مینو از لندن هست. با سارا شروع بکنیم. سارا، این قوانینی که بهش اشاره کردیم مثل اجازه کار، خروج از کشور یا خروج از منزل، احیانا تو خودت شخصا دیدی که این قانون ها بتونن تأثیری رو زندگی افراد داشته باشن؟ مشاهده یا تجربه خودت یا اطرافیانت داشتین؟ من سلام و درود میکنم، درود عرض میکنم به شما و بینندگان عزیزتون. من تجربه شخصی در این باره دارم. 9 ساله که از همسرم جدا از هم زندگی میکنیم ولی هنوز نتونستم به صورت قانونی جدا بشم و برای خروج از کشورم دچار مشکل شدم. در این مدت که 2 بار به دادستانی مراجعه کردم و از طریق دادستانی تونستم که پاسپورت بگیرم و بخوام از کشور خارج بشم و فکر میکنم که در مورد خود من این مسئله هیچ وقت باعث نشد که یا بخوام پامو از حیطه اخلاق بیرون بذارم که متاسفانه سردمداران کشورمون یا کسایی که این قانون رو میذارن فکر میکنن که مثلا زن بدون شوهر اگر از کشور خارج بشه مثلا دچار خلاف اخلاقی میشه. من فکر میکنم این قانون بازدارنده از چنین چیزی نیست و برداشتنش همون، یعنی فکر میکنی که باید اصلاحاتی توی این قانون انجام بشه یا احنا عوض بشه؟ اصلاحات باید انجام بشه ولی اصلاحات معمولا یک دفعه انجام نمیشه و 180 درجه، بلکه گام به گام باید انجام بشه. مثلا در شرایط من 9 ساله که اصلا با همسرم در تماس نیستم، ایشون رو نمیبینم، تمکین نمیکنم، نفقه نمیگیرم، خرجم رو خودم در میارم. چرا باید در شرایطی مثل من اجازه همسر هنوز لازم باشه برای خروج از کشور؟ اشاره کردی به اصلاحات این قانون سارا، حالا مواردی تو یک مثال بودی در مورد این محدودیت هایی که این قانون اعمال میکنه در بعضی از زندگی ها. فکر میکنی اگر لازمه که اصلاح بشه همونطور که خودت گفتی گام به گام، چه چیزهایی میتونه زمینه ساز این اصلاح باشه؟
شاید به همین صورت همچین برنامه هایی که صحبت بشه با اشخاصی شبیه من که چنین تجربه هایی رو دارن صحبت بشه و ببینن که بود یا نبود این قانون در زندگی شخصشون چه تأثیری میذاره. چقدر جامعه آمادگی داره که باهاش صحبت بشه و همین بحثا باش انجام بشه که بعدش اصلاح بشه این قانون؟ این جامعه و مخصوصا بانوان خیلی آمادگی این کار رو دارن، ولی متاسفانه کسانی که قانون میگذارن بعضی ها اینقدر متعصب هستن که ممکن که نه حتما جلوگیری میکنن از چنین مصاحبه هایی و اینکه افراد بخوان تجربه های شخصشون رو در این زمینه بیان کنن. ممنونم از تو. با مینو صحبت بکنیم. مینو، تو احیانا تجربه یا مشاهده‌ای در این زمینه داری؟ دیدی که این قوانین موجب محدودیت‌ها یا اثراتی توی زندگی‌ها بشه؟ بله، من خودم یک خاطره خیلی تلخ و الان که بشنم کنم خنده‌دار دارم از 3 سال گذشته که من برای اولین بار با دخترم برمیگشتم به ایران. دخترم 8 ماهش بود و اولین بار بود که مسافرت می‌کردم. پاسپورتشم به خاطر مشکلات سفارت ما از وزارت خارجه در ایران گرفته بودیم. ما دو نفرمون با پاسپورتایی که داشتیم و یعنی معتبر بود وارد ایران شدیم و موقع ورود من پرسیدم که ما دو نفر تنها هستیم، همسرم با ما نیست، آیا برای خروج ما مشکلی پیش میاد؟ مأمور پاسپورت گفت که نه، شما مشکلی نخواهید داشت. بعد این سفر من برای این بود که برای امتحاناتم آماده بشم و خانواده‌ام کمکم کنن نگهداری از دخترم. موقع برگشتم به لندن توی فرودگاه جلوی من رو گرفتن و گفتن شما دخترتو نمیتونی خارج کنی چون ایشون اجازه خروج از طرف پدرش نداره. در حالی که در پاسپورت های ما معلوم بود که ما مقیم لندن هستیم و همسر من هم لندن داره زندگی میکنه، ولی من اجازه نمیدادن که دخترم رو پیش پدرش برن. خب چه کردی؟ اجازه وجود نداره. بعد من چون نزدیک امتحان هم بود واقعا همه زحماتم و یک سال درسم بر باد میرفت، خیلی شرایط ناراحت کننده بود. بار ما رو از هواپیما برگردوندن، من چیزی که ذهنم رسید اون که این هواپیما که داره میره لندن برمیگرده و همسرم گفتم برو فرودگاه و اگه نسی بیا ایران که من اجازه بدی. و ایشون خوشبختانه بلیط پیدا کرد، اون برگشت ایران و یه روزه با کلی علت درخواست و اصرار و التماس تونست ما اجازه بده که برگردیم پیش خودش. به نظر من چنین قانونی، یعنی اگر برآورده یه منطق و چیز سودی برای شهروندان داشت، به همچین نتایج خنده‌داری منجر نمیشد که خود همسر منم براش دردسر ایجاد شده، مجبور شد کلی هزینه کنه و از کار زندگیش بیفته که به ما اجازه بده که بتونیم برگردیم پیش خودش. خب با توجه به این تأثیراتی که خودت بهش اشاره کردی و ممکنه در زندگی ها ایجاد بشه به خاطر این قوانین، فکر میکنی که این قوانین چجوری باید اصلاح بشه و آیا اصلا ظرفیت اصلاحش وجود داره اول در جامعه یا نه؟ من فکر میکنم اصلاحش وجود داره و این قوانین هم فقط برای خانم ها مشکل ساز نیست، برای آقایون هم هست. خیلی مثال های همینجوری وجود داره که هر دو طرف درگیر میشن تا بتونن این مسئله این قانون رو حل کنن. به نظر من جامعه ما الان آمادگیش رو داره که همچین قانونی برداشته بشه و هر شخص بالغی بتونه خودش خارج از کشور بدون نیاز به اجازه. ممنون از تو. اجازه بدید من با سارا خداحافظی بکنم، جاش رو به نسرین ستوده، حقوقدان از تهران بدم. خانم ستوده سلام، خوش اومدید به برنامه ما. سلام میکنم به شما و همه هموطنانم در سراسر دنیا، ممنونم از شما. خانم ستوده حتما شنیدید صحبت ها رو و میدونید که داریم راجع به قوانینی صحبت میکنیم که احیانا لازم هست خانم های متأهل اجازه شوهراشون رو داشته باشن. بیشتر راجع به این قوانین برای ما توضیح بدید و تأثیراتش در زندگی زن و مردها. بله، این قانون که به قانون گذرنامه موسوم هست در سال 1351 یعنی 43 سال پیش به تصویب رسیده و به موجب ماده 18 این قانون بند 3ش در واقع خروج زنان از کشور منوط به اجازه شوهران اونها هست و در یک شرایط استثنایی میتونن با اجازه دادستان و مقامات قضایی از کشور خارج بشن. پر واضحه که بعد از گذشت 43 سال و تحولاتی که کشور با اونها و جامعه بین المللی و فضای اجتماعی با اونها مواجه بوده، این قانون به هیچ وجه پاسخگوی نیازها و مطالبات جامعه و همینجور زنان جامعه نیست، پس باید حتما تغییر بکنه. خانم ستوده شما به مورد خروج از کشور فقط اشاره کردید، اگر اشتباه نکنم موارد دیگه ای هم هست، درست میگم؟ بله، همچنین حق کار زنان
منوط به اجازه همسرانشون هست و بعضی اقدامات رو همسران میتونن از اون جلوگیری به عمل بیارن. خانم سوت، بعضی از فعالان حقوق زنان میگن که برای اینکه احیانا یه بخشی از مشکلات حل بشه، به صورت موقت راه حل ارائه داده بشن، از خانوم ها میخوان که موقعی که دارن عقد میکنن از شرایط ضمن عقد استفاده بکنن و اجازه دائم و محضری از شوهرشون بگیرن. نظرتون راجع به این کار چی هست؟ اصلا اینا چی هست؟ چه جوری باید این کارو بکنن؟ اون شرایط ضمن عقد برای این حق و حقوق چیه؟ بله، میدونید اینها به عنوان قراردادهای خصوصی تلقی میشن و جایگاه حقوقیشون هم قرارداد خصوصی بین دو فردیه که میخوان با هم ازدواج بکنن. البته یعنی جای خلاء قانون رو پر نمیکنه، اما در جامعه ای که قانون با چنین مشکل و چالشی مواجه هست، بهترین جایگزین برای اون مشکلات ناشی از قانونیه که نابرابرانه تصویب شده و به این ترتیب زنان میتونن در زمان ازدواج با برشمردن حقوق خودشون از جمله حق کار، حق تحصیل، حق مسکن و همینطور حق خروج از کشور، اینها رو هم در عقدنامه بگنجونن هم به موجب یک قرارداد مستقل در دفاتر اسناد رسمی این حقوق رو برای خودشون محفوظ نگه دارن تا به این وسیله هم بتونن ادامه تحصیل بدن، هم به راحتی کاری رو که مایل هستن انجام بدن و در صورت لزوم از کشور خارج بشن. و همینطور یکی از چالش‌های بزرگی که زنان در داخل کشور با اون مواجه هستن اینه که مطابق قانون باید در مسکنی که همسر اونا تعیین میکنه سکونت اختیار بکنن. این حقوق رو میتونن قبل از ازدواج و در زمان عقد ازدواج برای خودشون محفوظ نگه دارن تا بعد با این مشکلات مواجه نشن. خانم ستوده، اینایی که شما خودتون گفتین الان هم در عقدنامه گنجونده بشه هم یک قرارداد مستقل، چقدر ضمانت اجرایی داره؟ ضمانت اجراییش 100%، یعنی در این 4 مورد کاملا یه زن میتونه هر زمانی که، البته من حق طلاق رو باز به این اضافه میکنم، حق طلاق رو زنان میتونن برای خودشون در همون زمان عقد ازدواج محفوظ نگه دارن، هر زمانی هم که اراده بکنن مسکنی رو بخوان مجزا انتخاب بکنن یا از کشور خارج بشن و حق و کاری رو که مایل هستن انجام بدن، شغلی رو که مایل هستن انتخاب بکنن، به موجب این قراردادها همه اینها رو میتونن به انتخاب خودشون اختیار بکنن. ممنون از شما. نسرین ستوده، حقوقدان از تهران، مینو از لندن، با هر دوی شما خداحافظی میکنم. اینطوری که خانم ستوده گفتن، ثبت محضری از چیزهای مهمی هستش که میتونه بعداً ضمانت اجرایی بیاره ظاهراً. بریم سراغ چند تا از پیام‌هایی که به دستمون رسیده از جانب شما برای شما. خسرو در سایت بی بی سی برای ما نوشته قوانین ازدواج در ایران کلاً باید بازنگری بشه تا به زن و مرد ظلم نشه. تعداد مردهایی هم که به خاطر مهریه زندان افتادن یا ممنوع الخروج شدن کم نیست. مهران در فیسبوک اشاره به این کرده که حتی اگر مردها بخوان به همسرانشون اجازه سفر بدن، گاهی در جامعه پذیرفته شده نیست و نوشته وقتی به محضر رفتیم تا اجازه محضری خروج از کشور برای همسرم ثبت کنم تا گذرنامه بگیره، محضردار ناراحت بود و به من گفت مطمئنی که میخوای اجازه چند بار خروج از کشور به همسرت بدی؟ مرزی هم در فیسبوک ما نوشته بی تردید نگاه جامعه به حقوق زنان باید عوض بشه، همونطور که تا حدی در برخی خانواده ها و بین برخی آقایون تغییر کرده، اما تغییر قانون قدم مؤثرتریه. این اجبارها با پشتوانه حمایت قانونی تحمیل میشن. بریم سراغ تلفن های شما. زهرا از تهران روی خط 1 و شیوا باز هم از تهران روی خط 2 ماست. زهرا، تو احیانا از این قوانینی که الان صحبتش بود و میگفتیم اجازه شوهر رو لازم داره، دیدی که توی زندگی احیانا تأثیری بذاره، مشکل ایجاد بکنه، تجربه داری احیانا خودت یا مشاهده کردی؟ زهرا صدای منو داری؟ الو، سلام. سلام. سلام عرض میکنم به برنامه خوبتون و بینندگان عزیزتون. بله، من تجربه شخصی خودمه. من هر بار برای تمدید پاسپورتم بعد از همسرم خواهش میکردم که بیاد محضر رو در نهایت رضایت بده من بتونم پاسپورتم رو تمدید کنم،
و ایشون بهانه می آورد کار دارم، امروز بریم فردا بریم، تا اینکه یه بار گفتم خب شما یا شهرستانی یا کار داری بیا بریم مزرعه، یه وکالت مزرعه به من بدید که نه شما اذیت شید که من بتونم به کارم برسم، بتونم برم این پاسپورتمو تمدید کنم. ایشون گفتن باشه، به شرطی که من این وکالت مزرعه به شما میدم که شما به من رضایت‌نامه مزرعه بدی مبنی بر ازدواج مجدد به من که من بتونم ازدواج مجدد بکنم. من خیلی تعجب کردم، ولی در نهایت بعد از کلی کلنجار رفتم محضر و رضایت محضری بهشون دادم و ایشون هم رضایت به من، یه وکالت محضری به من دادن که من هر وقت لازم شد بتونم برم پاسپورتم رو تمدید کنم. یعنی شما رضایت دادین برای ازدواج مجدد به همسرتون؟ بله، من چاره دیگه نداشتم، یه چاره از این ایشون تا حالا ازدواج مجدد نکردم، ولی این نوشته رو از من گرفتن و منم مجبور شدم به خاطر تمدید پاسپورتم این کارو بکنم. بعضی میگن تغییر نگاه آقایون ممکنه کمک بکنه به اصلاح محدودیت هایی که این قوانین ایجاد میکنه، در این زمینه نظرت چیه؟ دقیقا همینطور، اگه نگاه آقایون به این قضیه درست بشه و مثلا درست فکر بکنن که مثلا یه خانم میخواد بره خارج چه کار بکنه، مثلا من خودم میخوام برم خارج چه کار بکنم، من این زن 58 ساله ام، میرم اونجا خب خرید میکنم، برای بچه‌ام چیزی میخرم، کار دیگه نمی کنم. خب دلیل این که همسرتون به سختی می اومد و به سختی اجازه میداد چی بود؟ چرا نمیخواست شما برید؟ نمیدونم، اصلا فکر میکنم مثلا این اختیاری که بهش دادن بتونه اختیار تو دستش نگه داره، مثلا من نمیدونم چی فکر میکرد. حتی فقط دیدش همسر من نیست، من وقتی تو فرودگاه میرم از گیت میخوام رد شم، اون آقایون مامورو که اونجا هستن اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن، مثلا معمولا میپرسن شما کجا میخواید برید، میگم استانبول یا ترکیه، حالا هر جا، میگه بعدش میخواین کجا برید، میگم خب هیچ جا، من میخوام برگردم ایران. اصلا من میبینم یه حالت عجیبی نگاه میکنم، مثلا فکر میکنم ما نمیدونم چی فکر میکنم در این مورد که مثلا ما برای چی میریم، چه کار میکنیم، خب به جز گشتن یا خرید کردن مگه کار دیگه میکنیم؟ من نمیدونم این چه دیدی دارن بعضی از آقایون نسبت خارج رفتن تنهایی. تازه مثلا من تنها نمیرم، خیلی وقتا با خواهرم رفتم، با همکارم رفتم، ولی من نمیدونم چرا دیده بدی دارن نسبت به توجه به اینکه میگی آقایون بعضیاشون دیده بدی دارن، فکر میکنی که چطور باید زمینه سازی کرد برای یه سری اصلاحات؟ خب الان که زمینه خیلی مساعده، من فکر میکنم خانوما خیلی تو این رسانه‌های به اصطلاح جمعی خیلی صحبت میکنن، خیلی بحث میکنن در این مورد، ولی من نمیدونم، به هر حال این قانون یه مقدار باید اصلاح بشه توش. این بحثایی که میگی چقدر اثر داره؟ کجاها بیشتر توضیح بده راجبش؟ بله، این بحثایی که میگی خانوما راجبش بحث میکنن، حرف میزنن. بله، همین مثلا تو این گروه های تلگرام هستن، واتساپ هستن، با هم بحث میکنن، یه خانم ها هستن کمپین های با هم را میدازن، صحبت های با هم میکنن، بحث های با هم میکنن، همه شون از این قضیه ناراحتن. حتی به خاطر این خانم ورزشکاری که شوهرشون اجازه ندادن، خیلی خانم ها ناراحت شدن از این قضیه، خیلی عصبی شدن، ولی خب در نهایت قانون دیگه، مجبورن تن بدن به این قانون. یا دید آقایون هم همین موضوع رو دیدی که موضوع بحث آقایون هم باشه، مردم اراده ای داشته باشن برای اصلاح یا تغییر همچین چیزی؟ خب اگر این قانون دو مثلا اصلاح بشه، من فکر نکنم آقایون ممانعتی بکنن، جلوگیری بکنن از این قانون، خب تن میدن به این کار. ولی بعضی موقع فکر میکنن مثلا حربه ای دستشون هست، بعضی موقع فکر میکنن که یه جوری بخوان زن رو اذیت بکنن، یه جوری بخوان زن رو مثلا در تنگنا قرار بدن، یا فکر میکنن مثلا یه چیزی که بتونن یه حربه دستشون باشه که مثلا من میتونم این کار بکنم. متشکرم از تو زهرا. شیوا، تو احیانا مشاهده یا تجربه در این زمینه داشتی؟ خسته نباشین. بله، من خواهرم درگیر این ماجرا بود. حدود 4 سال پیش برای خروج از کشور میخواستن اقدام بکنن برای تمدید پاسپورتشون، ولی همسرشون اجازه این کار رو نمیداد و حتی اجازه این رو هم نداد که اسم فرزندشون به خاطر اینکه نابالغ بودن در پاسپورت ایشون بیاد، که مبادا ایشون بخواد اقدام بکنه به بردن پسرشون به خارج از کشور و برنگشتن. و البته موارد مشابه زیادی هم از این دست در اطرافیانم بوده که مثلا دوستانی داشتم که برای گرفتن حق حضانت بچه یا حق طلاق و حتی گذرنامه و کار مجبور شدن که مهریه‌های خودشون رو که قبلا و قانون حق یک زن میدونه رو ببخشن تا بتونن از این حق که حق هر انسانی هست به هر حال استفاده بکنن. خب تبعات این محدودیت‌ها چی بوده تو همین مشاهداتی که خودت میگی داشتی و دیدی؟
معمولا این بوده که با شکست مواجه شدن، یعنی اگر قرار بوده که اصرار بکنن قطعا باید یه چیزی رو مثل خانم زهرا از دست بدن، یعنی یا یه تعهدی بدن که همسرشون بخواد بره ازدواج دوم داشته باشه یا مهریهشون رو از دست بدن یا یه سری امکانات دیگه‌ای که به هر حال حقشون نفقهشون قطع بشه یا هر چیز دیگه‌ای رو از دست بدن تا اینکه بتونن کار بکنن، بتونن حضانت بچه‌شون رو داشته باشن و بتونن از کشور خارج بشن. و در شرایط موجود فکر می‌کنید چه باید کرد با این وضعیت؟ به نظر من آگاه سازی خودش خیلی مهمه. من فکر کنم که خود این خانم فوتبالیست عزیزمون هم از این حق خودشون اطلاعی نداشتن. ما تو گروه ها که صحبت میکنیم شاهد این هستیم که مثلا چیزی حدود 60 یا 70 درصد خانمایی که توی گروه های مختلف توی شبکه های اجتماعی مختلف هستن خودشون از این حقوق آگاهی ندارن. و متاسفانه کسانی که تو حوزه زنون هم فعالیت میکنن تا الان شاید تلاش های زیادی کرده باشن ولی این تلاش در جهت آگاه کردن نبوده. این حقوقی که میگه اطلاع ندارن ازش، منظورت همین شروط ضمن عقد هست که الان با خانم ستوده راجعش صحبت میکردی؟ دقیقاً. یعنی اصلا حتی این گذرنامه رو شاید حق طلاق رو بدونن، شاید حق مثلا مسکن رو اطلاع داشته باشن ولی چون معمولا خارج کشور رفتن برای یه قشر خاصیه در کشور ایران، برای همه خیلی پیش نمیاد، خیلی ازش ناآگاه هستن و شاید اصلا نیاد. و جالب اینجاست که شما بدونید با اینکه زن و شوهر طبق قرارداد ازدواج میتونن این قرارداد بینشون باشه که بله من اجازه کار دارم، اجازه خروج از کشور و همه اینها رو دارم، ولی شاید باورتون نشه خاطبهای عقد، یعنی کسی که عقد رو بین زن و مرد تو کشور ما جاری میکنن، بارها مکررن از مرد میپرسن مطمئنید که میخواید این حقوق رو به خانومتون بدین؟ و گاهی اون مرد پشیمون میشه. یعنی با این مشکل هم ما مواجه هستیم که اون کسایی که این رو قراره تو اون دفتر ثبت بکنن هم طوری رفتار میکنن که این زن این حق رو نداره. شبیه همین که الان داری میگی رو من تو یکی از پیام‌های بیننده هم خوندم، اگر کسی تجربه ای داره خوبه که با ما تماس بگیره و در میون بگذاره. فکر میکنم حالا زمینش در جامعه چقدر وجود داره، زمینه تغییر و اصلاح قوانین این چنین در جامعه ای که تو توش زندگی میکنی چقدر هست؟ دهه 60 به بالا این احتمال بیشتره که بتونیم یه تغییراتی رو به وجود بیاریم، ولی برای آقایون سنتی بالای 35-6 سال این تغییرات خیلی سخته. به نظر من خیلی کار میبره. من دوستانی رو دارم با اینکه حتی شوهراشون سن زیادی ندارن ولی به محض اینکه اسم حق طلاق، حق کار و این چیزها میاد میگن که تو بنا رو به این گذاشتی که از من بخوای جدا بشی، یا خیلی راحت با این مسئله کنار نمیان. و همه اینا برمیگرده به تربیتی که توی خانواده ها هست، طبیعت های مردسالارانه که برادر میتونه اجازه نده به خواهر که خونه نره بیرون، پدر میتونه همیشه دختر باید یک ولی داشته باشه در خانه، فرزند پدر باید دختر مردم، در خانه شوهر به نام زن مردم شناخته میشه و در نهایت همیشه باید سایه یک مرد روی اسم یک زن باشه. متاسفانه اشاره کردی به کیس به موضوع خواهرت و گفتی برای خواهرت همچین اتفاقی افتاده، تبعاتش چی بوده توی زندگیش؟ در نهایت به کجا رسیدن؟ چه جوری با هم توافق خاطر اینکه شوهرشون متاسفانه کلن مشکل روحی داشتن و خیلی بدبین بودن. طی 15 سال زندگی که داشتن فقط به خاطر حضور بچه خواهر من مجبور شد که زندگی بعدش رو تحمل بکنه، ولی در سال فکر کنم 84 بود تونست حق طلاق و حضانت بچه رو بگیره و در نهایت سال 88 موفق شد که از همسرش جدا بشه و الان هم حتی همسرش این حقو داره که به بچهش نفقه نده و خیلی سخت زندگی خواهرم هم بگرده، ولی عوضش میتونه الان تحصیل بکنه، داره ادامه تحصیل میده، میتونه کار بکنه و حتی میتونه از کشور خارج بشه. این تبعاتشه. ممنون از هر دوی شما، زهرا و شیوا، هر دو از تهران. اجازه بدید که من سلام بکنم به شنونده‌های رادیو که چند ثانیه به ما پیوستن. به اونها خوش آمد میگم. داریم از تاثیر قوانینی صحبت میکنیم که به موجب اونها زنها در ایران برای بعضی از فعالیت‌های روزمره مثل کار کردن و خروج از کشور از شوهراشون اجازه بگیرن. اگر شنونده ما هستید شما هم میتونید در نیم ساعت آینده با ما همراه بشید. بریم سراغ ستار ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی که فکر می‌کنم الان خیلی اشاره شد که در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث و حرف و سخن خیلی هست. خیلی من دیدم که هم به قول تو بحث و سخن و واکنش هست و هم یه هشتگ‌هایی داره که درست کردن، هشتگ اجازه خروج یا از این چیزایی که به این
واسطه اعتراض بکنن، اعتراضش خودشون نشون بدن. بس داغ شد واقعا بعد از این خبری که این برام. آره، یک بار دیگه این که چرا باید زن اجازه برای خروج از کشور کار دیگه اجازه داشته باشه، اجازه از شوهرش بگیره، یک بار دیگه داغ شد. من خبرهایی که ما به اشتراک گذاشتیم در این مورد زیرش کل واکنش هست. اینجا یه مصاحبه هست با نسرین افضلی، پژوهشگر حقوق زنان از کانادا. اینو که ما به اشتراک گذاشتیم، از بیننده ها خواستیم که اگه شما تجربه در این مورد دارین با ما در میون بگذارین. خب یه بحث زیر این در گرفته که آیا این مربوط به اسلام هست یا نیست. بعضی گفتن به اسلام ربطش ندین. خود همین خانم تو همین مصاحبه داره میگه قبل از شاه هم جریان همینطور بوده. در زمان 40 اندی سال پیش این بله در زمان در اروپای قدیم هم همین جریان بوده که بعد اجازه شوهرشون رو میداشتن. بنابراین الزاماً بعضی معتقد هستن که مربوط به اسلام نیست. از این بحث که بگذارین، معصومه یک از کاربرای فیسبوک بی بی سی فارسی گفته قابل توجه دختران جوان تا یکی بهتون گفت بیاین ازدواج کنین زودی امضا رو نندازین پای ورقه، گفته تحقیق کنید، مشاوره برید، هر حقی که میخواین تو این عقدنامه بنویسین و محضریش بکنید. اما آگاهی از حق و حقوقشون هم الان بحثش بود. دقیقاً شاید برن مشاوره بگیرن که چه حقوقی دارن، بعد اونو به عضو جزء شرایط ضمن عقد بگذارن و بعد محضری بشه که بعدن بتونن از اون حق استفاده بکنن. گفته هر کسی خودش تعیین میکنه چطور باهاش رفتار بشه، هیچ حقی رو به آدم هدیه نمیدن. فکر میکنید زنان کشورهای مترقی و پیشرفته آزادیشون رو هدیه گرفتن؟ اون این حقوق هم نتیجه سالها زحمت بودش، شاید بشه گفت ده ها سال و صد ها سال زحمت. فرانک در همینجا گفته یک خانم 65 ساله از آشنایان ما بعد از چند سال از آمریکا اومده بود به ایران برای دیدن فامیلیاش. اقامتش در ایران نمیدار طولانی شد، پاسپورت ایرانیش وقتش تموم شده بوده، بعد میرفته تمدید میکرده، اما شوهرش در آمریکا بوده. گفتن که تو برای اجازه باید برای بیرون رفتن از ایران باید اجازه شوهرت داشته باشی. شوهرت 70 سالش مجبور شده بره به نیویورک دفتر حفاظت منافع ایران، از اون طریق مثلا وکالت بده که میتونه خارج بشه. بعد با هزار زحمت تونستن خارج بشن. میگه که هر دو وقتی برگشتن آمریکا عصبانی بود خانم شوهرش، که میگه آقا میگفته که چرا زن من مگه بچه یا مجنونه که برای خارج شدن از کشور باید اجازه داشته باشه. یک نظر دیگه باز هم از همینجا بخونم. بهار گفته شوهر سابق من بعد از 6 سال طلاق رو بر اساس قوانین کانادا که اونجا زندگی میکردن داد، اما هنوز طلاق ایرانی من رو نداده. ظاهرا بعد بره به سفارت ایران مراجعه بکنه و اون کاراش هم انجام بده. گفته من چون میترسم در ایران گیر کنم مجبورم به ایران مسافرت نکنم، واقعا دلم تنگ شده. اگه برم ایران احتمالاً میگن شاید برای خروج تو مثل خانم آقای قبلی اجازه خروج از همسر داشته باشی. در باز هم در فیسبوک ساقی لقایی گفته که از یکی از دوستان برای ادامه تحصیل میخواست بره خارج از ایران، سالها بود طلاق گرفته بود و زن هزانت فرزندش رو داشت که پدر بچه سالها بود که پدر بچه مسئولیت نسبت به کودک قبول نمیکرد، اما برای پاسپورت گرفتن که زن بره به بیرون از کشور و درس بخونه اجازه رسمی پدر بچه و لازم بود که بچه‌ام بتونه با خودش ببره، اما پدر چه کار کرد؟ اجازه نداد. چرا؟ برای اینکه حال مادر رو بگیره و جلوی ادامه تحصیل همسر سابق خودش رو بگیره با استفاده از این حق قانونی. دوستم تسلیم نشد، بچه‌ش رو گذاشت پیش مادر خودش و 2 سال دوری رو تحمل کرد و بچه تو این 2 سال پدر بچه تو این 2 سال هیچ مسئولیتی قبول نکرد و اصلا سراغ بچه نیامد، اما قانون به قول خودش گفته این حق رو به پدر داد که برای زندگی کسانی که هیچ مسئولیتی بهشون نداره نسبت بهشون نداره تصمیم بگیره. محسن فرشیدی در یه پست فیسبوکی کل این جریان رو یک مدار سکسیستی و نشانه ای از جنبه های جامعه مردسالار ایران میدونه. دقیقا این بحثی که اینجا جریان داره عین شما الان با بیننده هامون داشتیم، که یک دیگه از بیننده هامون هم همین رو میگفتن، مورد فرهنگ صحبت میکرد و میگفتش که مردسالاری از خونه ها شروع میشه. دقیقا همین اشاره میکنه. این آقای فرشیدی میگه که خوبه که خانم اردلان شوهرش مثل که مجری صدا و سیما هست، خودش ورزشکار هست. میگه که کل این جریان نمیدار سکسیستی و مردسالارانه است. میگه در کنار اینکه نیلوفر اردلان به خاطر اجازه نداشتن همسرش نتونست از کشور خارج بشه، اگه برگردیم به گذشته ببینیم میگیم در سالهای گذشته که شون در مسابقات ملی شرکت میکرده، هر وقت مصاحبه میکرده از هر 10 سوال حتما یکیش این بوده که شما با این وضعیت چطور آشپزی میکنی، بچه‌ت چه کار میکنی، یا مثلا بعد از تمرین های سنگینی که برمیگردی یا از اردو که برمیگردی حالا حوصله آشپزی یا مثلا سر پای ایستادن کنار اجاق گاز رو داری یا نه. سوالی که از یک ورزشکار مرد نمیشه پرسید.
در یک صفحه دیگه هست به نام بررسی فمینیستی نیره توکلی گفته یک موقعی به شوخی میگفتیم فرض کنید یک مقام مقام زن در ایران به جایی برسه که زن در ایران بشه وزیر خارجه، حالا این وزیر خارجه زن از طرف جمهوری اسلامی قراره بره به خارج کشور با مقام های دیگه دیدار بکنه، قرارداد امضا بکنه، در کنفرانس ها و سمینارها و نشست ها شرکت بکنه، اما بهش میگن که تو برای اینکه پاسپورت بگیری بعد بری از شوهرت اجازه بگیری، به شوهرت هم شوهرش هم بهش میگه که پاتو از خونه بگذاری اجازه نمیدم. بعد میگه که این در گذشته یک شوخی بوده، اما جریانی که برای نیلوفر اردلان پیش اومد نشون داد که اون شوخی تلخ الان به واقعیت پیوسته و میگه که آیا قانون گذاران ما نمیتونن چاره ای بندیشن که مساله ملی بر خودکامگی شخصی اولویت داده بشه. خیلی دارن به این فکر میکنن که این خانم اگه میتونست بره به مسابقه شرکت بکنه افتخار ملی میآفرید، بنابراین باید یه فکری برای این کارها بکنن. بعضیا اشاره کردن که مثلا ورزشکارای سرباز وقتی میخوان برن بیرون در سن سربازی هستن دولت یک مقداری قانون رو یک مقدار نرم میکنه در این جایی که بتونه مثلا بتونن اینا خارج بشن، بنابراین این کارو برای خانم ها هم که در این چنین شرایطی هستن بر اساس قانون شریعت باید حق شوهر باشه، یعنی باید امضای شوهر باشه، این کارو باید براشون انجام بدن که بتونن خارج بشن. این نمیدونم چرا اینجوری شد. حالا از این که بگذریم، یک مطلبی هم بود از گوگل پلاس، حالا این یه مقدار اینجا مشکل داره، بر من اینو براتون تعریف کنم که در گوگل پلاس بنفشه جمالی گفته من اشاره به این کرده که من روزنامه های زیادی مخصوصا روزنامه های اصلاح طلب رو دیدم، اما از این مطلب در اون در اینا چیزی نوشته نشده بود، فقط روزنامه شهروند نوشته بوده، گفته که آیا خط قرمز اشاره کردن به قوانین قرون وسطایی علیه زنان در ایران پررنگتر از کار کردن خبر پناهنده شدن فلان ورزشکار به تیم ملی ورزشکار تیم ملی به کشور به اصطلاح دشمن هست، یا در ساختار مردانه روزنامه ها مجال اشاره به دغدغه های زنان و تبعیض علیه اونها نیست. من فقط کوتاه به این موضوع هم اشاره بکنم که مطلب خانم برانگیز کار برای ایران وایر نوشته بوده، این مطلب اینجا به اشتراک گذاشته شده. خانم کار اشاره میکنه به صحبت های نماینده مجلس، نماینده زن به نام لاله افتخاری که گفته که مصلحت خانوادگی ایجاب میکنه که خارج شدن از خانه همراه با رضایت شوهر و مصلحت اندیشی باشه. ایشون میگه که خانم میگه که آیا این خانم نماینده اگر شوهر خودش بهش بگه که حق نداری بری مجلس تا من بهت اجازه بدم، اما باز هم همین حرف رو خواهد زد یا نه؟ بحث زیادی زیرش هست. من به یه نمونه اشاره بکنم، در میان کامنت ها یک نفر گفته زن اگر مهریه و شیربها و خرج و مخارج و پول تو جیبی میخواد باید مثل کشورهای اسلامی تابع شوهرش باشه و تابع این قوانین، اما اگر حق و حقوق زنان اروپایی رو میخواد مثل حق طلاق و غیره نباید دم از مهریه و خرج و مخارج و نفقه و پول تو جیبی بزنه. مرسی ستار، به تو برمیگردیم، بریم سراغ خط های تلفن، بعد بیایم سراغ تو. روی خط اجازه بدید من نگاه کنم ببینم اینجا بسته شده. روی خط یک ما رضا از مشهد و روی خط دومون ناهید از تهران. رضا، الان مطلبی که ستار بهش اشاره میکرد، اشاره‌ای داشت به صحبت‌های لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس که گفته بود که به نظرش خروج زن از خانه باید با مصلحت اندیشی و صلاح دید شوهرش باشه. اونایی که دفاع میکنن میگن نظام خانواده اینجوری ممکنه حفظ بشه. تو نظرت چیه؟ سلام خانم تهدی، وقتتون بخیر. من از اصلاحی برمانه دارم بیشون کنم. اگر بکنه دیدیشی بخوام نگاه کنیم، ما فکر میکنم که حقوق زن در ایران داره اجاه میشه، اما اگر بکنه کلی شما یک آماری رو در دادگاه خانواده بگیریم که هزینه که این دادگاه ها به مردها دارن تحمیل میکنن پیشتره یا به زنها، و هزینه این قضیه رو اکثر مردها دارن توی زندان ها دارن پسرن میدن. شما یک آماری توی زندان ها بابت مهری یا بابت نفقه بابت هر قضیه بکنم کنید آمار مردها شده بیشتر. و همین که بکنید که از دوستان توی کامل به خانم کار دارن مطلب داره رو گفته بودش، شما این قوانین که در ایران هستش سوال داره دیگه، یا شما قوانین اسلامی رو میخوای یا قوانین اروپایی رو میخوای؟ من صدای شما رو درست نمیشنوم آقای رضا، تا صداتون رو تلاش بکنن همکارای ما درستتر و بهتر با کیفیت بهتر پخش بکنن اجازه بدید من با ناهید صحبت بکنم. ناهید، همین سوال رو از تو میکنم، تو فکر میکنی که واقعا ابعاد مثبت اون کسایی که موافقن با همچین قوانینی، ابعاد مثبتش چیه، ابعاد منفیش و تبعاتش چی میتونه باشه برای خانواده ها؟ با سلام به همه دوستان، ببینین من کلا به نظر من این یک قانونه که خلاف حقوق بشر، خلاف حقوق انسانه، همه انسان باید بتونه برای زندگیش تصمیم بگیره، این عقیده منه. ولی در جایی که ما زندگی میکنیم وقتی نماینده های مجلس ما خانمایی که اونجا باید از حقوق زن رو دفاع کنن
ترجیح میدن که خانم ها فقط در حیطه خانواده، اون هم در داخل خونه، فعالیت داشته باشن و خانواده رو اونجوری حفظ بکنن و فقط شخصیت زن رو تو این بود میبینن. چی میشه گفت؟ کجا ما میتونیم راجع به حقوقمون حرف بزنیم وقتی که نماینده های ما طرز فکرشون اینه؟ خب فهم کنی چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ باید دیدگاه ها عوض بشه. ببینین حتی من الان به شما میگم، مردای روشن فکری که با شما صحبت میکنن آقایون و دم از برابری خانم ها آقایون میزنن و تمام حقوق برابر رو برای خانم ها میگن که قائل هستن، پای خصومت و دشمنی و نمیدونم جر و بحث که پیش بیاد، همشون از این حقوقی که دارن استفاده میکنن به عنوان یک اسلحه. مرسی ناهید، اجازه بده که نظر رضا رو بشنویم، امیدوارم صداشو بهتر بشنویم. رضا، صحبت‌های ناهید رو شنیدی؟ باش موافق هستی؟ نه متأسفانه من تلفنم. خب بذارید من بهتون بگم. ناهید میگه که هر انسانی باید حق تصمیم‌گیری رو خودش داشته باشه و اشاره به صحبت‌های خانم افتخاری، میگه وقتی نماینده مجلس در ایرانی همچین تصوری داره، انتظاری نداره از بقیه مردم. بله، اصلا خدمت شما. چون یک بابا که هوا که نمیشه، قوانینی که در ایران جاری و حاکمه، قوانینی هستش که در یک جا اکثرش به نفع زنهایی. شما زن مهریه میخواد، نفقه میخواد، حق بعد صرفه نداشته باشه، که بها میخواد، جایزه میخواد، همه این مسائل باید مرد پرداخت کنه. اما در نهایت این که زنها حقوق و آزادیهای زنان اروپایی رو میخوان، خب کدوم یکی رو انتخاب میکنن؟ من خودم شخصا به قوانین اروپایی ترجیح میدم و رأی هم دادن میدم. آره موقع ازدواج بیان دارایی زن مرد رو به هم هر کدوم جداگانه معیار بدونن، سنجش بکنن، بعد هم وقتی که خواستم بخوام بشن، هیچ هر کی هم دارایی خودی بخواد برداره و اصلا کلا مهریه دیگه داشته باشه بیزنس. یعنی تو دیگه که خیلی از دخترای ما به عنوان مهریه بدن بیزنس بدن میکنه، هی خودو این برنامه حتی این قضیه بدون به مجلس هم چیره چود دیگه در رابطه با تعیین نوع مهریه. آقای رضا، شما خودتون به عنوان یک مرد از این شرایط ضمن عقد و از این حق و حقوق استفاده کردین؟ تا حالا خودتون فکر کردین که استفاده بکنین یا اصلا برخوردتون چیه با یه همچین قوانینی؟ ببینید، من به خودم حرفی که دارم اینجا، ما به اندازه‌ای که در بسیار جامعه وکلای زن ما قوانینی دارن پیگیری میکنن و در رابطه حقوق زن دارن کار میکنن، هیچ وکیلی از در مرد به عنوان حقوق مرد فعال نیستش و اصلا طوری نگاه میکنیم که فکر میکنیم که حقوق زن ها در ایران پایمال شده، وجودی که زل حق و انصاف حقوق مرد ها در ایران داره پایمال داده میشه. آقای خارج دفتر اینجا رو اینا میخوام به قول خانم این قضایی رو همون اول کار در موقع تعیین مهریه به حساب این موقع ازدواج دارن انجام میدن دیگه، قولنامه اون چیز رو میتونه اونجا رو قید کنن. خب پس یعنی این عادلانه میدونی که اگر مهریه ای وسط نباشه این حق به حقوق به زن داده باشه؟ آره، من حاضر مهریه بشه برداشته بشه، نقلش برداشته بشه، حقوق زن و مرد اینا هم برابر تو اروپا باشه، اینجوری خوبه. اجازه بدید ببینیم اینجای کار نظر ناهید چیه. مرسی رضا. ببینیم نظر من دیدگاه آقای رضا رو نمیپسندم به خاطر اینکه ایشون کاملا مادی با مسئله برخورد میکنن، در حالی که اینجا مسئله یک مسئله شخصیتیه. یعنی شخصیت یه زن به میده زیر سوال به عنوان یه انسان بالغ که یک نفر براش تصمیم بگیره که آیا میتونه بره مسافرت، آیا میتونه کار کنه، آیا میتونه بچهش رو نگه داره، آیا میتونه از در خونه بره بیرون. خب اجازه ده همین رو با رضا مطرح بکنیم، ببینیم رضا پاسخش به تو چیه. رضا، صحبت ناهید رو اگه شنیدی پاسخی داری بهش بگو. مردها در داخل سیستم ازدواج نیوردن، خود خانم ها دارن در این مادی دارن، این قضیه رو دارن مادی دارن تلقی دارن میکنن و شرگره شده من مادیات و وقتی که مرد قرار باشه تمام زندگیشو بخواد تو این قضیه به حراج بخواد بذاره، سعی میکنه حقوق خودشون هم بفهمه و نگذاره که این میگی به حراج بذاره. ناهید میگه این نگاه یه مقداری نگاه مادی هست، پاسخت به این انتقاد چیه؟ خود خانم ها گفتن هر کدوم خدمت شما خانم بیاد بگی. خب فکر میکنم که صدای رضا رو از دست دادیم. ناهید، صحبت های رضا رو شنیدی، نظرت چیه؟
گفتم من نظر ایشون رو قبول ندارم، چون که فکر میکنم که قیاسشون از همون روز از دقیقه اول که حرفشون رو میشنیدم، از دادگاه و رفتن و نمیدونم حقوقی که برای نفقه و این چیزایی که برای خانم‌ها در نظر میگم، اصلا من به طور کلی با همون نفقه هم مخالفم، چون فکر میکنم اونم شخصیت زن رو زیر سوال میبره. ممنون از شما. یه انسان کامل بعد نفقه بگیره از کسی؟ مرسی. وقتی میتونه بتونه خودش خودشو تامین بکنه، برای چی باید یک نفر بهش نفقه بده؟ مرسی از ابعاد مختلفی که با ما مطرح کردید. مرسی ناهید و رضایی که از مشهد و یکی از تهران. بریم سراغ ستار و نظرات شما. من اول از همه این دو تا کاریکاتوری که اینجا می‌خواستم نشون بدم، اینا رو که اون موقع باز نشد، این یکی این هست که تکر دوپا روی خانم گل ایران عنوانش هست، که نشون میده شوهر خانم اردلان داره بهش تکل میزنه به قول معروف، و اینجا هم یه کاریکاتوری هست از مانان استانی در ایران وایر که توانا به اشتراک گذاشته که اشاره کرده شماره 10 بره خونه. خب از اینکه بگذاریم من چند تا پیام براتون بخونم. یک بیننده در اس ام اس خودش گفته لطفاً در قوانین در درباره قوانین مقدس اسلام که اشراف موضوعات این دین مقدس ندارید دخالت نکنید، ما به زنان خودمون ایمان داریم، به خارج از سرزمین خودمون اعتماد نداریم، این دیگه نیاز به احکام داره و همچنین خود دو طرف چجوری تصمیم میگیرن. رکسانا گفته قوانینی که در ایران انجام هست همه منافع مردها رو در نظر گرفته، در ایمیل خودش گفته این موضوع رو و گفته زنها به عنوان یک کنیز نگاه میکنن، برای خارج شدن از خانه باید از شوهر اجازه بگیریم، در قوانین ایران شوهر در صورت هر خطا کردنی حق داره زن رو کتک بزنه و از همخوابی با او پرهیز بکنه، ولی مردها حق دارن هر خطای انجام بدن. این قوانین گفته فقط ذلیل و حقیر بودن زن رو میرسونه. من در 15 سالگی گفته ازدواج کردم، شوهرم من رو کتک میزد و در خانه حبس میکرد و اجازه نمیداد با خانواده‌ام حرف بزنم. در اینستاگرام کاربری به نام ورکر سوشالیست گفته من میگم زنها به شرط اینکه مهریه نداشته باشن و مثل مردها نانآور خانه باشن و البته سربازی هم برن میتونن حقوق برابر با مردها داشته باشن، مثل شهادت دادن برابر، حق ارث، حق طلاق، حق اذانت، حق خروج از کشور بدون اجازه و همچنین موارد دیگه. اما اینطور اگر نباشه پس نمیشه که حقوق برابر با هم دیگه داشته باشن. شاید شما با اینا مخالف باشین، میتونین پیام بذارین در اینستاگرام یا اس ام اس بزنید یا ایمیل تلفن. مرسی ستار. قاسم از مشهد روی خط 1 ما و پروین از تهران روی خط 2 ماست. قاسم نظرت در مورد این قوانینی که بهش اشاره شد که خانم ها براش نیاز به اجازه شوهر دارن چیه؟ یه خانومی الان با ما صحبت میکرد میگفت این رو توهین به شخصیت زن ها میدونه، همینطور در نظراتی که ستار الان میخون، تو نظرت چیه؟ در خدمت شما و بیننده های عزیز برنامه سلام عرض میکنم. ببینید ما دو تا چیز داریم، اول حق و دوم حکمه. این چیزی که گفتن که این حق خانم ها و حق آقایون، خب بله، من میتونم با شما یک شرطی بذارم نسبت بهش پایبند باشم و متقابلا. زن یک حق داره، مرد یک حق دیگه داره. گفتن مرد وظایفش این، حقوقش اینه، و زن هم وظایفش این، حقوقش اینه. اینها در طول نفت کاملا تبیین میشه و دو طرفش ملزم و پایبند میشن. چه دلیلی داره بعد از اینکه من به قراردادی ملزم شدم بخوام اونو قبول نکنم؟ خب اتفاقا الان صحبت همین بود که در ضمن عقد میگفتن خانوم ها این حق رو بگیرن به صورت یک قرارداد جداگونه از همسرشون. این تو قرارداد جداگانه نیست، این شرط زنده هسته، یعنی در همون عقد دیگه اینها رو به ازدواج هم دیگه در میره، همینجا میتونن ذکر کنن، خانم بگه من نفقه میخوام یا نمیخوام، خرج و خروج از خونه دارن یا ندارن، یا هر چیز دیگه ای. این نیاز به قرارداد جداگانه ای نداره. اساسا این قوانینی رو که گذاشتن و گفتن خانم ها نیاز دارن به اینکه اجازه بگیرن از شوهرشون اگر احیانا ضمن عقد هم حواسشون نباشه و آگاهی کافی نداشته باشن، این رو تو عادلانه میدونی؟ اگر حواسشون نباشه و آگاهی کافی نداشته باشن، قصور از کی بوده؟ از خودشون بوده که این کارو نکردن یا نه از دیگران بوده؟ اگر از دیگران بوده، نه، نسبت به این خانم قصور شده. ولی وقتی که کسی ازدواج میکنه عاقله و بالغه و این کار رو میکنه، دیگه نمیشه گفت بعدش حقش ضایع شده. خانم نایی فهمودن که اینا توهین به شخصیت زن میدونه. چرا توهین باشه؟ اگر من با شما یا با هر کس دیگه یک قراردادی ببندم و من ملزم به قراردادم باشم، آیا این توهین به شخصیت منه؟ یه من که قراردادی ببندم و بهش ملزم نباشم، کدومش توهینه؟ نظر شخصیت هم سریع اضافه بکن به بحثمون قاسم، که نظر پروین رو هم بشنویم.
نظر شخصی راجع به این قضیه ندارن. نظر من اینه که هر چیزی طرفین طبق قراردادشون با هم دیگه قرار گذاشتن باید بهش ملزم باشن. اگر ملزم نباشن این خلاف عهد و کار خیلی غیر اخلاقی و غیر حقیقیه. ممنون از تو، مرسی. پروین، تو نظرت چی راجع به این قوانین؟ فکر میکنی که واقعا درست هستش که زن برای یه سری فعالیت‌ها و امور روزمره از شوهرش اجازه بگیره یا نه؟ تو هم مثل بعضی دیگه این رو توهین به شخصیت زن میدونی؟ ببینید، من خیلی فکر میکنم این نیست که من با این قوانین موافقم یا مخالفم. البته به عنوان یک فرد دموکراسی‌خواه و طرفدار برابری حقوقی زنان و مردان موافقتی با قوانین تعریف‌نامه ندارم، ولی مسئله اینجاست که صرف نظر از اینکه سازوکار تصویب یک قانون در این جامعه چی هست، هر قانونی تا وقتی پشتوانه قدرتمند عرف رو داشته باشه کالرجا میمونه و اون جامعه کارآمدی داره. الان داره این پشتوانه که میگی رو؟ بله؟ این پشتوانه ای که میگی الان در جامعه ایران وجود داره؟ بله، وجود داره. ببینید در جامعه ایران، شما اگه جامعه ایران تهران ببینید خب یه قضاوت دارید، ولی اگر که شما استانهای مرزی ما که قومیت نشین هستن، طایفه ای هستن، بسیار سنتی هستن، بسیار متعصبن روی مسئله زنان، شما اگه اون اقشار رو در نظر بگیرید مسلمه که این قانون پشتوانه عرف داره و اینجوری ها نیست که ما وقتی قانون تصویب میکنیم خب برای تهران شهرهای بزرگ نیست، قانون ما داره کل کشور اجرا بشه. اگه قانون تصویب بشه ولی توسط مردم اون جامعه به رسمیت شناخته نشه، عملا اون قانون به ضد خودش تبدیل میشه. بنابراین ما هنوز باید جامعه خودمون صبر کنیم و به نظر من ما شاهد این هستی که در نظام خانواده در ایران الان جایگاه زن و مرد متحول شده، فاصله ها خیلی کمتر از گذشته شده، ولی خب باید یه سرمنزلی برسه و علائمی در عرف اجتماعی ما به وجود بیاد. در این حال ما توسعه متوازن در کشور داشته باشیم، چه لحاظ اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه زمینه های تغییر قانون فراهم بشه و جلوتر از اون نمیتونید باید ما نزود رد تغییر قوانین داریم. ممنونم، مرسی از تو پروین. من با قاسم از مشهد خدافظی بکنم، جاش رو بدم به اعماد از بندر انزلی. اما تو تجربه یا مشاهده‌ای در این زمینه داری؟ نظر شخصی خودت چیه؟ فکر میکنی که درسته که زن باید در موارد این چنینی از شوهرش اجازه بگیره یا درست نمیدونی؟ روز بخیر، خسته نباشید. خدمت شما عرض میکنم که تجربه شخصی که طبیعتاً با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه ما که توی دوره گذار از سنت به مدرنیته توی خانواده های ما هم این پدیده کاملا مشهود. مثلا من یادم میاد که همیشه مادرم برای این مسئله اجازه خروج از خونه و دیدن خانواده با مشکل مواجه بود و این تجربه باید شد که ما تو زندگیمون لیبرال‌تر باشیم و بچار طبیعی آزادی های بیشتری رو، یعنی آزادی های انسانی رو برای اطرافیان رو قائل بشیم. یه تجربه مشخص دیگه تو خانواده خودم، مثلا من پسرم نسبت به خواهرش، نسبت به دخترم یه حساسیت هایی داشت که مواجه می شد با برخورد لیبرال من و گفت که بابا تو خیلی داری، خیلی خواهرمون داری آزادی میدی. ببینید، واقعیت اینه که جامعه توی یک گذار از سنت مدرنیته است و ارزش های مالکانه داره تبدیل میشه به ارزش های انسانی و به طور طبیعی هم هست که یه سری مقاومت ها میشه، یه سری هم حرکت های ضایعاتی به وجود میاره این دوره گذار. الان در حال حاضر من اعتقادم اینه که ما بایستی نگاه جنسیتی رو بشکنیم و به انسان ها فارغ از جنسیتشون نگاه بکنیم. این باعث میشه که ظلم دو طرفه برطرف بشه، چون الان به مردها هم یه سری اچافات میشه، همین بحث نفقه و مهریه و اینها در مواجهه با
بحث اجازه خروج و نمیدونم ارث نیمه و وقت علاهاز و تبعیض هایی که توی این زمینه هست به خاطر نگاه جنسیتی و نگاه مورد دقیقاً به همین موردی که میگیم الان اشاره شد، آقایون اشاره کردن. خداحافظی میکنم با عماد از بندرعنزلی و پروین برای آخرین بار بریم سراغ ستار ببینیم چی برامون آماده کرد. بیتا در فیسبوک گفته به نظر من وقتی یک مرد به تنهایی مجبور به پرداخت مهریه و خرج و خوراک و پوشاک و اجاره مسکن و هزار هزینه دیگه است، توقع بیش از این نباید داشت. در توییت ها یک کاربر گفته دیدگاه جنسیتی به سفر داشتن اند تهجر، یعنی اگر زن و مرد رو انسان فرض کرده برابر مشکل حله و هزار قانون هم بنویسن فرق نمی کنه. در اینستاگرام کاربری به نام روشندل گفته که دوستان اینقدر وجهه کشور خودتون رو منزوی و بدبخت نشون ندین، طوری که حرف میزنن انگار زنای ایران یک گوشه کس کردن و هیچ فعالیتی ندارن. چند درصد از مردای ایرانی همینجور همینجا بدون اجازه خانومشون میتونن کار کنن؟ والا به قول دوستم من هر کیو میبینم اجازه دست زنشه. واقعا اینطوری اگر هست یا نیست برین به اینستاگرام بی بی سی فارسی و اونجا جواب این آقا رو بدین. من از شما خداحافظی میکنم. پایان برنامه با مریم. ممنون ستار. برنامه امشب ما همینجا تموم میشه. ممنون که با ما همراه شدید، ممنون که نظرتون رو گفتید، ممنون که از راه‌های مختلف نظراتتون رو در اینترنت به دست ما رسونید. آدرس ایمیل ما شما @bbc.co.uk. تا فردا و یک برنامه دیگه که بازم نوبت شماست. شب و روزتون خوش.